بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد سوم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل پنجم، فلسفه شخصیت ها. صفحه 194. پاستور پیامبر حیات زدائی از زندگی. پاستور، پدر بهداشت مدرن و بنیانگذار جنون استریل کردن جهان، به جای اینکه میکروب ها را نابود کند، زندگی را نابود کرد تا میکروب ها هم همراه زندگی نابود شوند. و امروزه کل جهان طبیعت شبان روز در حال سمپاشی و استریل شدن و واکسینه گشتن است تا هیچ میکروبی باقی نماند تا موجب بیماری انسان شود. غافل از اینکه با تحلیل دادن قوه حیات، میکروب ها تغییر ماهیت داده و با جهش ژنتیکی قدرتمند تر گشتند و این فقط قوه حیات بود که تحلیل رفت و امپراتوری میکروب ها را ممکن ساخت و بر انسان مسلط کرد. امروز کل بهداشت و درمان مدرن کاری جز مسموم ساختن حیات بر روی زمین ندارد و این شیطان نبرد با زندگی مبدل به اساس پزشکی مدرن شده است و داروسازی مدرن کاری جز تولد سموم مهلکتر ندارد و این جنگ با حیات است به قصد ادامه حیاتی مرگبار و مسموم با مرگ تدریجی. انسان ها از کودکی با جنون واکسینه کردن مهد کشت میکروب ها شده و میوه‌جات از بدو شکوفایی با انواع سموم مهلک آبیاری می شوند. نبرد با باکتری ها اصل اول دانش پزشکی گردیده است، در حالی که باکتری ها عناصر اولیه پیدایش حیات بر روی زمین هستند. این جنگ با زندگی نامش علم پزشکی است. امروز با انواع مواد شیمیایی از طریق سوزاندن و منجمد نمودن غذاها سعی در نابودی میکروب ها دارند، در حالی که میکروب ها در حال دگردیسی هستند و فقط زندگی در حال انقراض می باشد و بشر مدرن سموم را به جای غذا مصرف می کند و این غذای اهل دوزخ است که به قول قرآن سموم و چرک و خون و فسادند که به عنوان غذا و دارو استفاده می شوند. امام علی علیه السلام، بانی روشن فکری دینی در تاریخ. در میان همه مذاهب تاریخ جهان، مکتب علی علیه السلام اولین مذهبی است که به دین نگاهی فکورانه و حکیمانه دارد. علی علیه السلام را بایستی کاشف عقلانیت دینی و دین عقلانی دانست و همین امر اساس آن پدیده ای در تاریخ اسلام است که عرفان نامیده می شود. همو را بایستی کاشف و بانی شکاکیت در قلمرو به عقل و دین نیز دانست، همانطور که مکتب فلسفی لا ادری یا من نمیدانم نیز برآمد از سخن معروف آن حضرت است که آن که به نمیدانم نرسیده به دانایی نرسیده است. در حقیقت بایستی ایشان را بانی مکتب اصالت معرفت نیز دانست که می فرماید آن که خود را نمی شناسد نابوده است. لذا بایستی فلاسفه‌ای همچون دکارت و هگل را حدود 1000 سال بعد از ایشان کاشف مکتب اصالت فکر و اصالت خود آگاهی دانست. همون می فرماید من هرگز خدای نادیده را نپرستیدم. و این همان مکتب پوزیتیویسم در معنای بسیار گسترده تر است که حتی الهیات و متافیزیک را هم شامل می شود. اگر سوسیالیسم فیزیکی از محصولات روشنفکری دین از دوران رنسانس بوده است، لذا علی علیه السلام را بایستی نخستین سوسیالیست کامل نیز دانست که می فرماید هر کاخی سربرآورده از کوخ هاست.
و همو نخستین دموکرات کامل تاریخ نیز می باشد که در حکومتش توده های عامی را به امارت شهرها و استانها گماشت، چرا که کاملترین میوه روشنفکری در عصر جدید دموکراسی بوده است. و نیز این که اولین و کاملترین نیهیلیست عملی در تاریخ است که 14 قرن پیش از این فرمود رشته های بقای دنیا پاره شد. دنیا قلمرو به نابودی است. آنچه که هست دلالت دارد بر نیستی. پس بایستی علی علیه السلام را بانی و کاشف و سلطان بیبدیل جهان روشن فکری دانست. مردان زمانه ما، مطهری شریعتی. مرد زمانه خود بودن مقامی است که علی علیه السلام مؤمنان را به آن امر نموده است. مرد زمانی خود بودن مستلزم معرفتی کلان بر جامعه و مسئولیتی عاشقانه در قبال مردمان است و یکی از بزرگترین دردهای جامعه ما همواره کم بوده این نوع مردان بوده است و قدر نشناسی در قبال آنان و لجن پراکنی و اتهامات بخیلانه درباره آنان. استاد مطهری و دکتر شریعتی دو تن از بزرگترین مردان زمان خود بودند که درباره زمان خود و سرنوشت جامعه می اندیشیدند. یکی از جایگاه حوزه و دیگری دانشگاه. کم مانده بود این دو به هم برسند که فتنه ها برخاست و این دو را جدا کرد و پیروانشان را هم به جان هم انداخت و آن دو عزیز را هم هر یک به نوعی از میان برداشت. این دو متفکر بزرگ و خودجوش که هر دو از جایگاه خود طرد شده بودند، از پیشتازان مدرن کردن اندیشه اسلامی و مردمی کردن حکمت و عرفان بودند و این نیازی بود که جامعه ما قرنها در آتش آن می‌سوخت. ولی افسوس که هر دو جوان مرگ شدند و پیروانشان نیز به کانونهای قدرت گراییدند و کسی راه آنها را ادامه نداد. اختلاف این دو بزرگوار کاملا علمی و خانوادگی بود، ولی پیروان ناخلف آنها این اختلافات را به خون کشیدند و خود را نیز هلاک کردند. راز این مناقشه خونین هنوز هم برملا نشده و فهم نگردیده است و انتصاب این جنگ های خونین ایدئولوژیک به گردن اجنبی افتاد و یک معمای عظیم فکری دینی تا به امروز سرپوشیده باقی مانده است. اختلاف این دو متفکر در واقع اختلاف بین مدرنیزه کردن اسلام و اسلامی کردن مدرنیزم بود. این اختلاف بدون اینکه هرگز به عرصه تفکر و مباحثه آید تا به امروز مهمترین عامل تضاد و اختلاف در میان سران نظام جمهوری اسلامی ایران است و همان است که دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا را پدید آورده است. این دو جناح در سالهای آغاز انقلاب به جان هم افتادند و حمام خون برپا نمودند، ولی جنگ تحمیلی آن را موقتا تعطیل نمود و اینک دوباره همان جنگ را شاهدیم، البته بدون اینکه درباره این اختلاف به طور اصولی و بر مبنای معارف اسلامی اندیشیده و مذاکره شود. اختلاف این دو نگرش بسیار لطیف و نامرئی است و حتی به نظر می رسد که این هر دو امری واحدند. دکتر شریعتی پرچمدار مدرن کردن اسلام بود و استاد مطهری هم حامی اسلامی کردن مدرنیسم. اختلاف این دو برخواسته از یک راز و رمز عرفانی بود، ولی طرفداران این دو عمدتاً این اختلاف را به قلم رو به اراده به قدرت کشانیدند و تلاش‌های این دو بزرگ را برباد دادند.
مهندس بازرگان در جناح استاد مطهری قرار داشت و با این حال به سرعت بین این دو نیز اختلافی شدیدتر برخاست، زیرا مهندس بازرگان به سرعت به سمت اندیشه شریعتی رفت و از گذشته خود اظهار ندامت نمود و لذا از رهبری نظام جدا گشت که این جدایی نیز بس ناحق و خطرناک افتاد و هنوز ادامه دارد. اختلاف و تضاد مذکور امروزه در ساختار نظام و فرهنگ و جامعه ما شدیداً حضور دارد و بزرگترین مانع رشد دینی و انقلابی ماست. ولی متاسفانه سرنخ فکری و اصولی این اختلاف به نسیان رفته است و لذا ما در یک دور باطل قرار داریم، یعنی شعار من مدرنیزه کردن اسلام است و عمل ما اسلامی کردن مدرنیسم. دولت هایی که می آیند و می روند بین این دو شعار سرگردانند و مردم ما نیز سرگردان تر. این دو بزرگ مرد دو ایدولوگ راستین بودند و جز تدوین ایدولوژی اسلامی هدفی نداشتند، ولی ما این هدف بزرگ را که انقلاب من را برپا نمود فراموش کرده ایم. ما امروز ایدئولوژی نداریم، زیرا درد ایدئولوژی را از دست داده ایم، در حالی که به صدها درد بی درمان مبتلاییم و هیچ یک را فهم نمی کنیم. آنچه که انقلاب را برپا نمود تلاش این دو مرد و برخی دیگر بود که جامعه ما را به فهم دردهایش نزدیک نمود. و ما تا نگرش این دو مرد و علت اختلافشان را درک نکنیم و راهی فراسوی این دو نگرش که وحدت این دو را در بر داشته باشد نیابیم، راه نجاتی نیافته‌ایم و از استهلاک بین این دو رهایی نداریم، در این حال که از این دو نگرش رهایی نداریم، زیرا ارکان انقلابند. تلاش ما نیز با چنگ و دندان و بی هیچ حمایت و امکاناتی در همین راستا می باشد. دکتر شریعتی و فاطمه علیها السلام. دکتر شریعتی بزرگترین کاشف تاریخ مذاهب و اسرار دین خدا در تاریخ معاصر جهان است، از جمله کاشف زنان مؤمن در تاریخ و به ویژه کاشف اولین و آخرین زن کامل، یعنی هاجر علیه السلام و فاطمه علیها السلام. در تاریخ مکتوب ماهیت هاجر و فاطمه در هیچ اثر و با هیچ قلمی همچون آثار و قلم شریعتی آشکار نشده است و گویی که او برای نخستین بار این دو زن را که فاتح و خاتم امامت در تاریخ بشرند به بشریت معرفی نمود و گویی که این دو زن را از نو آفریده، و در اینجاست که به راستی میتوان گفت که مرکب قلم یک عالم مؤمن از خون هزار شهید برتر است، زیرا خون شهیدان را زنده میکند و دوباره در رگهای خشکیده بشریت جاری میسازد. دکتر شریعتی فاطمه علیها السلام را چنان معرفی کرد که گویی هرگز معرفی نشده بود، همانطور که محمد صلی الله و علی علیه السلام را چنان معرفی کرد که گویی به تازگی پا به عرصه تاریخ نهادند. و این تولد دوباره اسلام و دین و امامت بود. او فکر دین را احیا نکرد، بلکه بانیان دین و جان دین را زنده ساخت. ما زنان قدیس و عارفه را همواره به واسطه مردانشان می شناسیم و در واقع جز نامی از آنان نمی دانیم. ولی شریعتی خود این زنان را به واسطه وجود خودشان معرفی کرد و این کاری بدی بود و خط بطلانی بر مرد سالاری و زن زلیلی حاکم بر مذهب و دین مبین اسلام کشید و بدین گونه مردان خدا هم زلالتر شناخته می شوند، زیرا زن و مرد آینه عرفانی همدیگرند.
ولی آیا به راستی چگونه یک مرد آن هم از این سوی تاریخ میتواند پرده ظلمت از سیمای زنانی در آن سوی تاریخ برکشد و حقشان را آشکار نماید؟ این سیره عارفان است که هر که خود را شناخت همه را شناخت. او حتی حضرت مریم علیه السلام را چنان شناخت که هیچ مسیحی هم تا این حد نشناخته بود. او مریم علیه السلام را بی هیچ تعارف همسر خدا نامید، چرا که وقتی خدا می تواند دوست داشته باشد می تواند همسر هم داشته باشد و نیز پسر و برادر. ولی البته همسر خدا بودن نه به مانند همسر بشر بودن است و بدین گونه معنای پسر خدا را در مسیحیت که بر مسیح نهاده شده تفسیری به حق و توحیدی نمود و این همان سیر تجلی امامت در جهان است به معنای تجلی خدا در بشر در انواع و مراتب ظهور تا ظهور امام آخر الزمان علیه السلام. قبلا خاطر نشان کرده ایم که اصل امامت همانطور که از مصدر ام به معنای مادر است از وجود زنان عارف و مخلص جاری شده است، همانطور که شجره نبوت از مردان موحد است. در واقع باعث رسیدن ابراهیم علیه السلام به مقام امامت وجود و ایثار هاجر است که فرزند او نیز امام است، همانطور که کل دین خدا با وجود فاطمه علیه السلام به کمال و ختم نبوت رسید و امامت را به طور دائم بر زمین جاری ساخت و به همین دلیل علی علیه السلام برای نخستین بار در تاریخ نام خودش را بر فرزندانش ننهاد، بلکه حسن و حسین و زینب را فرزندان فاطمه می نامید و این از تعارفات نبود بلکه از حقیقتی بود که آشکار شده بود. در واقع دین خدا با مرد یعنی آدم آغاز شد و با زن یعنی فاطمه کامل و جاودانه گشت. فاطمه علیه السلام به عنوان ام الائمه، نه به معنای مادر امامان که به معنای امام امامان و نور امامان و گوهره امامت امامان است و این همان معنای کوثر است و کسی که این نور را داراست در همه می شناسد از جمله در زنان تاریخ. و شریعتی از حاملان نور امامت بود و با این نور بود که هاجر و مریم و فاطمه و زینب را شناخت، نه به واسطه علم تاریخ و حدیث. مقلدان و مریدان دکتر شریعتی. متاسفانه بسیاری از الفاظ مقدس فرهنگ و هویت ما لوس و واژگون شدند، از جمله واژه مرید و مخلص، و می‌دانیم که این هر دو از اسماء الهی است. بگذاریم. پیروان هر انسان حق پرست و عارفی همواره به دو دسته تقسیم می‌شوند: مقلد و مرید. گروه اول بخیلان و سلطه‌جویانند که می‌خواهند برای خود دکانی برپا کنند و لذا به زودی با وجود مرجع خود به تضاد و عداوت می‌رسند و این تبعیتی کافرانه است. در صدر اسلام فرق بین علی و عمر نسبت به پیامبر از همین بابت بوده است. علی یک مرید بود و عمر هم یک مقلد، و اما مرید در مرحله نخست دوستدار مراد و مرجع خیش است و او را برای خودش دوست می‌دارد و این محبت است که تبعیتی قلبی و صادقانه پدید می‌آورد. ولی تقلید در همه عرصه‌ها باعث فساد است و فتنه‌ها می‌آفریند، مثل تقلید ما از غرب که موجب عداوت ما با غرب شده است.
مقلدان دکتر شریعتی همان گروهک هایی بودند که به سودای سلطه بر مردم آمدند و جملگی رسوا و هلاک شدند و یا افرادی که به شیوه دیگر خواستند که خود شریعتی باشند و جای او را بگیرند که آنها هم به نوعی دیگر رسوا شدند و نهایتاً حتی اصول دین را هم انکار نموده و شریعتی را یک فریبکار و استعمارگر نامیدند و این غایت رسوایی آنها بود. در وادی دین و معرفت پدیده‌ای هولناک‌تر از تقلید نیست. کل فتنه‌های صدر اسلام و صدر انقلاب ما محصول تقلید از امام و شریعتی و دیگر مجاهدان و متفکران بزرگ بوده است. تقلید از یک مرجع موجب انکار آن مرجع می شود و این همان است که علی علیه السلام می فرمود که از من تقلید مکنید که کافر می شوید. جاهلان می پندارند که با تقلید از الفاظ و آداب کسی می توانند به مقام وجودی آن فرد برسند و چون نمی رسند مرجع را فریبکار می نامند و با وی دشمن می شوند. تقلید ذاتاً برخاست از کفر و انکار و بخل است. علامه اقبال لاهوری، پدر روشنفکری عرفان مدرن. علامه اقبال را بایستی آخرین و کاملترین معلم و مراد دکتر شریعتی دانست، همانطور که همو بود که برای نخستین بار علامه را در کشور ما معرفی نمود و کتابی ارزنده و حجیم هم درباره ابعاد فکری او تألیف نمود. دکتر شریعتی را بایستی اساساً بانی روشنفکری عرفانی دوران ما در کشورمان بدانیم، نه بانی روشنفکری دینی، چرا که کسانی چون سید جمال و مهندس بازرگان و سید محمود طالقانی به این عنوان شایسته تر و مقدمند. همانطور که مثلا بایستی کسانی چون میرزا کوچک خان جنگلی و میرزا آقا خان کرمانی و بعد از آنها امام خمینی و محمد حنیف نژاد را بانیان روشنفکری انقلابی اسلامی دانست. و هر یک از این تقسیم بندی ها به راستی واقعیت دارند و برای درک هویت و پیام این بزرگان ضروری می باشند. و علامه اقبال را هم بایستی پدر روشنفکری عرفانی عصر جدید در جهان اسلام دانست که البته انقلابی هم بود. بنابراین درک و تفکیک و تقسیم بندی این جریانات از جمله اموری است که تا به امروز صورت نگرفته است. روشنفکری دینی، روشنفکری انقلابی، روشنفکری عرفانی و حتی روشنفکری فقهی. اقبال نیز همچون دکتر شریعتی تحصیلات آکادمیک خود را در اروپا گذراند و در قلب مدرنیزم غرب موفق به کشف دگرگونه عرفان اسلامی شد و نظریه بازگشت به خیشتن خیش را بنا نهاد که یک رجعتی عرفانی است و نه سنتی. این نظریه در پاکستان بالاخره منجر به انقلاب و استقلال پاکستان شد، همانطور که ادامه تکاملی آن به واسطه شریعتی در ایران منجر به انقلاب اسلامی گردید. عشق و امید علامه به ایران و عرفان مولوی حیرت آور بود و گویی توانست این عشق را در دکتر شریعتی متجلی سازد. علامه اقبال مرد زمان و عارف بر جهان مدرن و به راستی یک مسلمان جهانی و بیدار و صاحب رسالت بود و رسالتش را به خوبی به انجام رسانید. هرچند که تحصیلات او در فلسفه بود، ولی او حکمتش را از اعماق عرفان اسلامی یافت و سپس به نقد و بررسی فلسفه و تمدن غرب همت گماشت و مبدل به یکی از خردمندترین نقاد عصر مدرنیزم شد و اساس اندیشه و تمدنی پسا مدرن را بنا نهاد.
نگاه عارفانه او بر فلسفه غرب منجر به مکاشفاتی شد که خود فلاسفه غرب را به حیرت انداخت. فی المثل او فردریک نیچه را که مشهور به فیلسوفی ملحد است، یک حکیم الهی و از سلاله عارفان رند تاریخ همچون مولوی می دانست. وی بانی نوعی عرفان فلسفی و فلسفه عرفانی در عصر جدید است. بومی کردن اسلام و عرفی نمودن عرفان یکی از اهداف بزرگ علامه بود و خود الفبای این نیاز بزرگ را پدید آورد و دکتر شریعتی آن را تکامل بخشید. او معتقد بود که مسلمانان هر کشوری بایستی به زبان خودشان نماز بخوانند و عبادت کنند و قرآن را تبیین به ملیت خود نمایند تا هم اسلام جهانی شود و از اسارت عربیت خارج گردد و هم هویت‌های ملی دارای روح دینی گردد و از استعمار غرب نجات یابد. علامه را نیز بایستی از نخستین بانیان رنسانس اسلامی دانست که امیدی عظیم به ایرانیان داشت و به نوعی پیامبرگونه انقلاب اسلامی ایران را پیشگویی کرده بود. دکتر شریعتی را بایستی به نوعی اقبال ایرانی دانست که اسلام و انقلاب و مبارزه و عدالت را از منظر حکمت و عرفان اسلامی نگریست و با این نگرش فرهنگ نوینی را پدید آورد و رنسانس اسلامی را در کشورمان آغاز کرد که متاسفانه در محاق کج‌فهمی ها و حقارت و حسادت ها گرفتار آمده است. آیا راست میگویم؟ فلسفه نیچه. هر کسی با مواجه شدن به یک بن‌بست یا شکستی بزرگ به خود می آید و لاجرم از خود می پرسد که آیا اصلاً راه را درست آمدم؟ این از برکات معنوی شکست و ناکامی در زندگی است که آدمی را با تمامیت راه طی نموده زندگی خود به سؤال می کشاند و در کل عقل و احساس خود شک می کند. برخی از شکست ها و ناکامی ها مقطعی و موضوعی هستند و لذا به خود آیی حاصل از آن هم سطحی و فنی و روش شناسانه است، ولی آن شکستی که اصل هدف زندگی را می نمایاند و بتالت و ناکامی مقصود راه را آشکار می سازد منجر به یک خود آیی راه شناسانه و استراتژیک می شود. این خودآیی به ذات تفکر و نفس میرسد و یک به خودآیی معرفتی و شناخت شناسانه است، بدین بیان که آیا من میفهمم؟ در اینجا آدمی احساس میکند که در ماهیت اندیشه و ادراک و ارادهش عیبی عظیم بوده که او را در تمامیت زندگی باطل و ناکام ساخته است. البته بسیار اندکند انسانهایی که جز حفظ و ارتقای اقتصادی زندگی فردی و خانوادگی هدفی برتر داشته باشند. سایر جنبه های زندگی آنها از جمله مذهب و اندیشه و علم هم عناصری در خدمت معیشت و حیات غریزی و جانوری است. این جماعت هرگز به سؤالی خرد شناسانه و معرفتی نمی رسند و همواره مسائل و به خودآیی آنها روش شناسی و فنی و اقتصادی سیاسی است. اینان هر مشکلی را یا اقتصادی می دانند و یا سیاسی مدیریتی. ولی آن که برای خود هدفی برتر از اقتصاد و امنیت و سلامت و هویت اجتماعی و حفظ خاندان دارد، همواره دچار به خود آیی راه شناسانه و بحران فکری و معرفتی است. چون این انسانی امکان چندین بار و چندین نوع زیستن را دارد. آیا راست میگویم؟
این سؤال هر انسان هنرمند و آرمانگراست که زندگی را در خدمت یک معنای مقدس جستجو می کند و اقتصاد و سیاست و خانواده و جامعه و علم و مدیریت جملگی ابزارند. یک انسان صدیق همواره با ماهیت صدق خود دست و پنجه نرم می کند و این بزرگترین مشغله فکری اوست. او در هر شکستی یک بار دیگر راستی و صدق خود را با خود مورد بررسی قرار می دهد. بسیار اندکند کسانی که اصلا صدق کلی خود با خودشان را مورد تردید قرار دهند. نیچه یکی از این اندک انسانهای عصر جدید است. او چند روز قبل از فرو رفتن به یک خاموشی حیرت‌آور و افسانه‌ای که به جنون می‌ماند در آخرین کتابش این سوال را مطرح نمود که آیا من راست می‌گویم؟ در واقع او به ناگاه متوجه شده بود که هرچه گفته و پنداشته و نوشته تماماً دروغ بوده است و در واقع به خودش دروغ گفته است. این بود که به ناگاه خاموش شد و 10 سال تمام نه کلمه ای گفت و نه نوشت و نه هیچ کاری کرد. همچون یک درخت 10 سال زندگی کرد. همه او را دیوانه می دانستند، منتها دیوانه ای آرام و خاموش و بی آزار. او به راستی پوچ و هیچ و نیهیل شده بود، او کاملا شکست خورده بود و شاید هم پیروز شده بود. در اینجا دیگر شکست و پیروزی و نیک و بد و درست معنایی ندارد. او موفق شده بود که خود را شکست دهد و بر خود فائق آید. او از این پیروزی در شکست خیش به طرز دردناک و کشنده و نابود کننده ای صاحب یک هستی برتر و جاودانه گشته بود. او اسوه هستی نیستی خیشتن بود و جمال بوده نبود. نیچه یک روح بزرگ و برتر از زمانه بود، حتی برتر از تمدن بشری و برتر از نیک و بد. او یک موحد واقعی بود و تمام امید و آرمان او این بود که عده‌ای را همچون خود تربیت کند و تعلیم دهد و خلق نماید تا از تنهایی نجات یابد، تا یک یار غار بیابد. ولی دریغ است حتی یک نفر. او شکست خورده بود. او هیچ کس را نیافته بود. همه از او می هراسیدند و فرار می کردند، همچون هراس از خدایان. و اما این سؤال نهایی او دقیقا مربوط به شکست او در یافتن لااقل یک دوست همدل و همروح و همراه بود. یک نفر که بتواند لااقل روزی 1 ساعت با او بنشیند و فنجانی چای بنوشد. او وضعیت خود را در آخرین ایام قبل از خاموشی به همین گونه نوشته است. روزها و هفته ها چشم به در می نشینم تا شاید کسی بیاید و با او یک فنجان چای بنوشم. او با خود می گفت نکند که من دروغ میگویم که هیچ کس تاب تحمل مرا ندارد و مرا باور نمی کند و مرا دوست نمی دارد. ولی واقعیت این بود که او یک صدیق کامل بود، همچون آینه، و صدق بیش از حدش موجب تنهایی او شده بود. لو سالومه، زنی که زمانی دوست و همدل و نامزد او محسوب می شد، در زندگی نامه اش می گوید که نیچه را همچون خدایان می دیده است و لذا او را ترک گفته و دیگر به سویش باز نگشته و حتی آدرس خود را هم گم کرده تا از دسترس نیچه در امان باشد. نیچه عاشقی حکیم و صدیقی قهار و قدیسی خود برانداز بود. او خود را نابود کرده بود و دیگر وجود نداشت که کسی اصلاً بتواند او را بیابد. نیچه در آثارش بلا وقفه بر خود میتازد و خود را رسوا و پوچ میکند. در قلمرو به خودشناسی در تاریخ جدید جهان کسی قهارتر و کاملتر از نیچه سراغ نداری.
او در خود براندازی کاملش مبدل به یک روح مجسم و خدایگونه شده بود. دریایی طوفانی بود که همه در او غرق می شدند، لذا همه از او می گریختند. او همه چیز خود را به دوستانش می داد و نهایتاً همه آنها آنچه را که او به دانها بخشیده بود در مقابل او زیر پاهایشان له می کردند و چه بسا بر صورتش توف می انداختند. آن که می خواهد صادق و پاک و عاشق باشد بایستی نابودی خود را پیشاپیش پذیرفته باشد. آن که می خواهد راست بگوید تنها می شود. تنها شدن نابود شدن انسان در جهان است، زیرا آخرین حرف راست این است که من نیستم. لذا کسی که می خواهد صادق باشد باید نباشد. انسان به خودی خود وجودی معنوی و هویتی و روحانی ندارد، فقط خداست که به خودی خود هست. انسان مخلوق رابطه است، ولی این رابطه ها تماماً دروغ است، زیرا بر نیاز است. لذا آن که بخواهد صادق باشد و راست بگوید همه را از دست می دهد و نابود می شود. چون این کسی مظهر حق می شود و جمال حق و خلیفه خدا. او غایب می شود و این معنای غیبت امام و ناجی موعود است. این است انسان، انسانی که راست میگوید. نیچه خود همان ابر انسانی بود که در کتابش معرفی کرده بود. فائق آمدن بر خویشتن، فلسفه نیچه. نیچه فیلسوف شهیر آلمانی تعریفی از انسانیت عرضه می کند که عین تعریف انسان کامل در عرفان اسلامی است. انسان آن است که بر خویشتن فائق آید. این عین خود براندازی در همه جنبه های وجود است که در مرکز آن اراده قرار دارد. نیچه از یک سو جهان هستی و حق انسان را قدرت اراده و ارادی به قدرت می داند و از سوی دیگر انسان برتر و ابر انسان را کسی می داند که این اراده و قدرت را در خود نابود کند و بر خویشتن مسلط شود، یعنی خود را نابود کند و آنگاه بر این نابودی شاهد باشد و از آن حراست کند و به آن افتخار نماید. این تعریف انسان برتر عین تقدیس تراژدی است، منتها با این تفاوت که انسان بایستی به استقبال تراژدی برود و آن را بپرستد و به مصیبت و شکست و بدبختی و ناکامی و خیانت دنیا بخندد و نهایتاً به خودش بخندد و این نابودی را نیز به سخره گیرد، نه اینکه تقدیس نماید و خود را شهید معرفی کند. این همان معنای نهایی نیهیلیسم است، انسانی که بر خویشتن می‌خندد در مقابل خدا. این خنده ای نیمه تمسخر و نیمه افتخار است. انسان بایستی با آن کس یا نیرویی که او را نابود می‌کند همسو و دوست باشد. انسان آن است که نابود کننده اش را بپرستد، یعنی خدایش را، زیرا کسی که انسان را به وجود آورده حق نیز دارد تا نابودش کند. ماسکی که احساس و ادعای خدایی و جاودانگی دارد باید بر خود خنده کند. آنچه که باقی میماند وجود نیست، بلکه یاد وجود است. این یاد همان جاودانگی است، هرچند که تماماً درد و داغ و شکست و فراق و خیانت است، ولی به قول شاعر فقط زخم ها جاودانند. خوشی ها و پیروزی ها جملگی بی ریشه و مقطعی و از یاد رونده اند. جاودانگی همان یاد زخم است. آنچه که انسان را جاوید می کند شهامت نابود شدن و قدرت فناپرستی خیش است. عشق
محمد صلی الله کیست؟ کسی که دلش خانه کل بشریت است، کسی که جمال محبت خدا بر مردم است، کسی که حوای ذاتش را یافته و لذا انسان کامل است، کسی که آتش دوزخ را بر جان خرید و خلق را شفاعت نمود، کسی که خداوند را بر خود عاشق نمود، کسی که بدنش تبدیل به نور مطلق شد و لذا سایه نداشت، کسی که به واسطه محبت در همین دنیا فنا ناپذیر شد، کسی که خداوند را در جمال انسان دیدار نمود، کسی که ابلیس را به سجده کشاند، کسی که مکتب اصالت فقر را بنا نهاد و به فقر خود افتخار نمود و این افتخار را اعلان کرد، کسی که جمال پروردگار را به ارث برد و زیباترین انسان شد، کسی که مذهب جمال پرستی را پدید آورد و پیروانش بر جمالش درود می فرستند، کسی که مکتب اصالت انسان را کامل کرد که همانا امامت است، کسی که بنیاد نژاد پرستی را در خود و مذهبش برانداخت و بدین گونه ریشه کفر را سوخت، کسی که مقصود دینش را زن قرار داد و آن فاطمه بود، کسی که مرد سالاری را واژگون کرد. شهیدی از شجره علیین، میرزا کوچک خان جنگلی. 86 سال پیش در چنین روزی سر میرزا کوچک خان جنگلی توسط دوست و همرزم او یعنی خالو قربان خان بریده شد و به عنوان هدیه به رضا خان پهلوی تقدیم شد تا حکومت کردستان را دریافت کند، ولی رضا خان از مشاهده چنین خیانت وحشتناکی دستور قتل خالو قربان را هم داد و گفت کسی که با نزدیکترین یار و همرزم و رهبر خودش چنین کرده با ما نیز بهتر از این نخواهد کرد. میرزا کوچک خان احیاگر نهضت ناکام مشروطه در گیلان بود که این نهضت به سرعت در سراسر ایران اشاعه یافت. نهضت او را بایستی نخستین نهضت انقلابی ایدئولوژیکی بر مبنای مکتب تشیع در تاریخ جدید جهان دانست. او به لحاظی تداوم تاریخی و احیای نهضت حسن صباح بود. وی را بایستی نخستین روحانی انقلابی و صاحب ایدئولوژی اجتماعی در عصر جدید جهان اسلام نیز دانست. و نیز نخستین روحانی انقلابی و روشنفکر به معنای واقعی کلمه. اگر خیانت یاران نمی بود، ملت ایران در آن دوران به یک جامعه سوسیالیست اسلامی دست یافته بود. او یک تنه با حمایت مردم گیلان در آن واحد با استعمار و استبداد و استثمار و استهمار جنگید و لذا نبردی همه جانبه و کاملی را ابداع نمود. همچنین بایستی او را بانی جنگ‌های چریکی در تاریخ معاصر جهان دانست. نبرد بر علیه استعمار بریتانیا، استبداد داخلی شاه، استثمار خوانین و استهمار ملایان وی را در تقابل با تمامیت کفر و ستم قرار داد و همه جناح‌های مذکور بر علیه او متحد شده و بسیاری از یاران او را نیز فریفته و خریدند، از جمله خالو قربان که یک انقلابی کمونیست بود و نهایتاً تمام انسانیت خود را فروخت. او نهایتاً در جنگل شمال تک و تنها ماند و تنها کسی که تا به آخر به او وفادار ماند و با وی شهید شد یک افسر آلمانی بود که مرید میرزا شده بود. علی باران هر دوران همواره این گونه‌اند.
هرگاه و هر کجا که علیواری باشد، تمامیت حق در مقابل تمامیت باطل است. اتحاد بین استعمار و کمونیسم و استبداد داخلی و خوانین خونخوار و ملایان مرتجع تا این حد در قبال یک نفر با عده‌ای مردم گرسنه و پابرهنه، واقعی بس کم نظیر و عبرت انگیز و قابل مطالعه است. هرچند که مشابه چنین اتحاد حیرت آوری در قبال یک علیوار دیگری چون دکتر مصدق دو نسل بعد تکرار شده، گویی که عبرت کاری بس سترگ و ناممکن بوده است از برای ملت ما. این دو نهضت به خون کشیده شده بالاخره در پیروزی انقلاب اسلامی به بار نشست، هرچند که باز آن اتحاد شوم را به گونه ای پیچیده تر در سالهای بعد از انقلاب شاهد بوده ایم. اتحاد زر و زور و تزویر و زار در قبال دکتر شریعتی، گویی هر کجا که نوری از علی باشد، ماهیت دروغ افراد و گروه ها و قدرت ها و ایدئولوژی ها آشکار می شود و جملگی جبرن در قبال آن نور ماهیت یگانه خود را به نمایش می گذارند. فلسفه خودآگاهی هگل. در فلسفه مدرن غرب، خود آگاهی اساساً متعلق به فلسفه هگل است و یا لااقل هگل به این ایده مشهور شده است، چرا که کسانی چون فویرباخ و فیخته پیش و بیش از هگل به اهمیت این امر پرداختند. ولی از آنجا که صاحب فلسفه‌ای مدرن و سیستماتیک نبودند، مورد بیمهری و بیتوجهی واقع شدند. به هر حال امر خود آگاهی در اندیشه های مدرن غرب در رأس همه ایدئولوژی ها و مکاتب انقلابی و مدرن قرار دارد و این امری به حق است. هگل خود آگاهی را تنها راه تکامل معنوی و تعالی روح و قلمرو انتخاب و اختیار می داند و این امر را جایگزین مذهب می سازد و گویی که کشفی جدید نموده است. در حالی که این مسئله در عرفان شرق و مخصوصاً عرفان اسلامی اساس و محور همه امور است و همان است که معرفت نفس نامیده شده و به زعم امام علی علیه السلام به عنوان سلطان این مکتب شاه راه رستگاری است و به قول پیامبر اسلام صلی الله تنها راه دینداری و نجات در آخر الزمان می باشد. ولی خود آگاهی در فلسفه هگل امری کاملا ذهنی و مربوط به آگاهی منطقی و علت معلولی است که غایت این امر همانا آگاهی بر آگاهی می باشد که در اندیشه هگل مترادف با الوهیت حضور روح است. در عرفان اسلامی نیز خودشناسی قلمرو به خداشناسی است، ولی خودشناسی ذهنی فقط یک مرحله و نخستین وادی از جریان معرفت نفس است که تماماً عرصه دوگانگی و فریب و ابطال و ابلیسیت نفس است و مرحله تکامل یافته ترش مربوط به آگاهی قلبی می باشد که وادی کشف و شهود و اشراق و الهام و وحی الهی است. مهمترین علت گرایش اندیشه های هگل به الحاد و ماتریالیزم در میان پیروانش غفلت از آگاهی قلبی و توحیدی است که جز به یاری یک امام یا پیر ممکن نمی آید. مذهب باراباس. از میان همه شخصیت های مشهور تاریخ، باراباس موجودی منحصر به فرد است و شناخت او به مثابه شناخت نوعی خاصی از انسان به غایت کافر و شقی است که خداوند اراده کرده که حتما وی را به دین و ایمان آورده و هدایت و رستگار کند، درست برخلاف اراده بشری خودش.
باراباس یک جنایتکار دیوانه‌ای بود که محکوم به مصلوب شدن گشته و در روز حکم اعدامش مصادف با محاکمه مسیح علیه السلام شد و قیصر روم مردم بنی اسرائیل را طبق یک سنت مخیر نمود تا یکی از این دو محکوم به مرگ را عفو کنند. و مردم هم باراباس را عفو نمودند و مسیح به جای او اعدام شد و این واقعه مبدل به یکی از کومیک تراژیک ترین وقایع تاریخ شد. باراباس عفو شده ولی به خاطر شرارتش تبعید گردید و به کار اجباری با اعمال شاقه، و در این ماجرا همبند یکی از مریدان حضرت مسیح شد که او هم به واسطه ایمانش به مسیح تبعید و محکوم به اعمال شاق شده بود. در این همبندی به تدریج باراباس علی‌رغم میلش با سرنوشت مسیحیان عجین شد و در حالی که یک سر مخالف مسیحیت و مسیح بود ولی هم سفر سرنوشت مسیحیان گردید و بالاخره در حالی که به خدا و مسیح و مسیحیان فحش میداد به جرم مسیحی بودن مصلوب شد و در لحظه آخر بر بالای صلیب ایمان آورد و جان سپرد. زندگی باراباس علی‌رغم میلش در خدمت اعتلاء دین مسیح قرار گرفت. در اینجا به نظر می رسد که قانون لا اکراه فی دین مورد خدشه باشد، ولی چنین نیست، زیرا فقط خداوند بر ذات قلوب آگاه است. گاه آدمی دلش می خواهد که از مؤمنان باشد ولی حریف نفس اماره خود نمی شود و لذا خداوند برای چنین کسانی توفیق اجباری قرار می دهد. این نوع مذهب و هدایت را می توان مکتب باراباس نامید. من خود نیز در زندگیم شاهد برخی از باراباسیان زمانه بوده و در هدایت جبری آنها کوشیده و رنج ها بردم. نامه سرگشاده به دکتر رحیم پور اسقدی. جناب دکتر، اولا سلام و خسته نباشید از این همه منبر و سخنهای تکراری و دور باطل. آیا تا کی باید ثابت کنیم که غرب بد است و سپس نتیجه بگیریم که اسلام یعنی ما خوب است؟ بدی دیگران دلیل خوبی ما نمیتواند بود از منظر اهل خرد. و علاوه بر این تا کی باید حرفهای دکتر شریعتی را تکرار کنیم، آن هم بی آن که نامی از او ببریم الا به کنایه و ریشخند؟ این حرفهایی را که می فرمایید همه را دکتر شریعتی بسیار اساسی تر بیان کرده بودند. آیا وقت آن نرسیده که گامی پیشتر آییم و بگوییم که ما چه میگوییم و منظورمان از اسلام در عصر حاضر چه اسلامی است؟ آیا همین اسلامی است که بر جامعه ما حکم فرماست؟ اسلام به عنوان یک پسوند؟ اسلام فقط بالای منبر و لای کتابها؟ اسلام فقط در مناسبتها و سمینارها؟ اسلام فقط در لباس خانم ها؟ این است تمدن اسلامی که باید به ریش غرب بخندد؟ کجاست اقتصاد اسلامی؟ کجاست ایدئولوژی اسلامی؟ کجاست بانکداری اسلامی؟ کجاست روانشناسی و جامعه شناسی و علوم تربیتی و طب و فلسفه مدرن اسلامی؟ فقه مدرن؟ کجاست فرهنگ و روابط اجتماعی اسلامی؟ کجاست ازدواج و زناشویی اسلامی؟ کجا هستند آن جوانانی که انقلاب کرده بودند؟ نسل سومی ها چه تاونی هستند؟ کجاست علوم و دانشگاه اسلامی؟ هنوز برای ارائه اسلام به جوانان و جهانیان حرفی بهتر از آثار دکتر شریعتی نداریم.
یعنی بیش از 30 سال است که در جا میزنیم، آن هم در نظامی که بر اساس انقلاب اسلامی شریعتی پدید آمده است و این انقلاب معلم خود را منکر است و شاگردانش هم جز با انکار و تکفیر و ریشخند کردنش اجازه حرف زدن ندارند. شما چه میگویید لطفاً؟ آیا ممکن است واضح تر حرف بزنید و قدر اسلام را به اسلام بسنجید و نه غرب؟ یعنی اسلام را به زبان خودمان تعریف کنید. برادر عزیز، بلاغت کلام از عالی ترین نعمات پروردگار است که شما نیز از آن برخوردارید، پس این نعمت کم نظیر را صرف این حرف های تکراری مسازید و به کاری خلاق زنید و بر منابر رسمی که در رسانه ملی به دست آورده اید مجال را به هدر مدهید و دست به یک خود انتقادی خلاق و صادقانه بزنید. امکان سخن گفتن با مردم نیز نعمت و امتحان عظیم دیگری است که از آن برخوردارید. پس مسئولید که واضح‌تر و شجاع‌تر سخن گویید و انگشت بر روی اصل دردها بگذارید. سلام و صلوات و تمجید و مدح بس است. چند کلامی هم از باب چه باید کردهای ایدئولوژیکی و معرفتی و اجتماعی و ساختاری بگویید. علی علیه السلام امام و اسوه ما خود را بنده کسی می داند که کلامی به او بیاموزد، پس برخلاف جوان مردی است که معلم خود یعنی دکتر شریعتی را انکار کنید و او را منحرف و نادان به اسلام بخوانید به رسم دعواهای حزبی اول انقلاب. آن دوره گذشته و شما هم بگذرید. بنده شما را شریعتی 3 می‌خوانم بعد از دکتر سروش و دکتر قمشه‌ای. آن دو خراب کردند، امیدواریم شما آباد و سرفراز بمانید. برادر عزیز، این اواخر تبدیل به کار چاق کن دیپلماسی شده اید، لطفاً از این موضع خارج شوید و اصل رسالت خود را به بازی قدرت مگیرید. به تدوین ایدئولوژی بیندیشید، نه توجیه و تقدیس ایدئولوژی که هنوز جز در شعارها نداریم. برای تولید علم کاری کنید، فقط شعارش را مدهید. منظورم علوم اسلامی مدرن است، نه علوم فنی اروپایی. و دیگر بس است به پدران خود نازیدن. کمی هم به عمل خود بنازیم در عرصه تدوین علوم انسانی بر مبنای قرآن و عترت. موفق باشید و انتقاد ما را